به ردیف برای ایجاد ترس و وحشت پا به زمین میکوبیدن و با باتوماشون روی نرده ها میکوبیدن. همه توی حیات بودیم. شهارا اوج گرفتی. یه دفعه فریادی از بالکن اتاقی بلند شد: انصار اومدن، انصار! عرازل و اوباش انصار ریختن تو. تقریبا ساعت 11 شب به کوی رسیدیم. متوجه شدیم به داخل کوی حمله شده و سراسر اون منطقه پر از لباس شخصی و یگان ویژه است که در همین حین به طرف ما هجوم آوردن. بچه‌ها پراکنده شدن. من و دختر خاله‌ام و فاطمه براتی و الهام هاشمی با هم بودیم. فاطمه با دادن شعار اقدام به انداختن سنگ به طرف لباس شخصی‌ها کرد و شعار مرگ بر دیکتاتور می‌داد که 3 تا از لباس شخصی ها به طرف من هجوم آوردن. کمی از دختر خاله‌ام و فاطمه فاصله گرفته بودن که با شنیدن صدای تیر همراه با فریاد فاطمه برگشتن. دیدم فاطمه روی زمین افتاده و دختر خاله‌ام بالای سرش ایستاده و جیغ میزنه. در همین حین یکی از لباس شخصی ها که اسلحه هم دستش بود دختر خاله‌مو از پشت سر گرفت. با دیدن صحنه قتل فاطمه کاملا شوک شده بودم. با سرعت و تا آخرین توان دویدم. مردم از خونه ها بیرون ریخته بودن. از خانومی خواهش کردم به من پناه بده و اون منو به داخل خونش برد. تا صبح در منزلش بودم و فردا به شهرستان برگشتم. اما هنوز در شوک این حادثه هستم، چون دختری همسن خودم بدون هیچ گناهی به راحتی به دست این جنایتکاران به قتل رسید بدون اینکه کسی مورد بازخواست قرار بگیره.